الو اسکندر خان سیام، قرار مداراتو بذار دارم میام. یعنی تموم شد؟ الان کامیون دستته؟ دستته کدومه مرد حسابی؟ زیر پامه، دارم میگازم سمت تهرون. آخ جون خسته نباشی. میدونی چیه سیام؟ باید یه فکری به خاطر این پسمند اسمت بکنی. این سیاپیتو که واقعا برات کمه. سیم سالابین تو فقط بگو سیاه خالی، چون خیلی باحالی. هپلی کجاست؟ همینجا تو جاده ها داره پیلی پیلی میخوره. خوش داری چپش کنه؟ نه درسته که حالمو به هم میزنه، اما زنده موندنش به نفع هر جفتمونه. میفهمی که چی میگم؟ بله حالیمه دانم، گفتم یه جوری شرشو از سرت کم کنم. این راننده اسمش چی بود؟ آتقی، اونو چی کارش کردی؟ خیالت راحت باشه، تو بیابونا رو ولش کردم خوراک لاشخورا بشه. نشناختتون که؟ نه بابا، اون بند خدا فکر می که ما از مزدورای امریکایی هستیم. البته شاگرد آتقی یه مقداری فکر کنم شک کرده به هپن. مطمئنی یا فکر میکنی؟ یه چیزی تو همین مایه ها. میگم اسکندر خان، قرار مدارامون که سر جاشه که ها؟ اسکندر و حرفش نشنیدی؟ سیمسالابین شنیدم ولی باور ندارم. تو نمیتونی جا بزنی، حرف همونیه که زدیم، 50-50. فعلا که من سوارم و تو پیاده. میگم اسکندر خان، 70 من 30 شما، موافقی؟ خواب دیدی خیر باشه، ما قرارمونو گذاشتیم. حرف مرد یکیه. حرف مرد یکیه، نه اسکندر خان. ببینم هپل میگم نصف پولا رو پیش میش گرفتی تو. اولا که اون حرف مفت زیاد میزنه، دوما ما با هم طرفیم. پای اون کثافتو وسط نکش. ببین اگه بخوای دب بکنی ها، تا اون سر دنیام که بری دنبالت میام، میدم دمتی. سیمسالابی نگو بابا، ترسیدم نزدیک بود ماشینو چپش کنم. 50 میلیون نقد بهت میدم، تو داروها رو بیار بده به من، پولتو بگی برو. گم اسکندر خان یه خود انصاف داشته باش، یه خود چربترش کن. چربی واسه فشار خونت ضرر داره، همینی که گفتم. خیلی خوب بابا، پولا رو بشور دارم میام. فعلا بای بای. منو نشناختی؟ بردار بردار دیگه، بردار دیگه. میبینی؟ حاضرم قسم بخورم الان یه جای خوش آب و هوا نگه داشتن، دارن بر خودشون سیر و سیاحت میکنن، اصلا هم به فکر ما نیستن که از دلشوری داریم میمیریم. شاید موبایلشون خاموشه. چی خاموشه ها؟ تو هم فقط از بابات دفاع کن، هی زنگ میخوره کسی بر نمیداره گوشیو. خاموشه خاموشه. میخواین بدین من امتحان کنم؟ بیا بگیر، اگه تونستی باشون تماس بگیری به بابات بگو وقتی از سفر برگشت حق نداره پاشو تو این خونه بذاره، یا شبا بره تو ماشین بخوابه یا بره مغازه جواد. فهمیدی ایشین؟ فهم شد؟ چشم. آخه پسر تو کی میخوای آدم شی؟ اونا بهت گفتن دستای ما رو ببند، تو باید یه جوری ببندی که وانشه. خب آقا جی شما خودت گفتی هر کاری رو که بهت واگذار کردن درست انجام بده. خب برم سعی کردم درست انجام بدم دیگه. قربون ادب جواتی، میگفتم ما رو بکش ما رو میکشی، نه خداییش دیگه. نمیدونم چی بگی جواد. دعا کنین دستای من واز نشه، اگر واز شه با همین دستا خفت میکنم. کاش من میتونستم اینو وا کنم. چی رو وا کنید آقا جون؟ من خودم الان وا میکنم، یه دقیقه صبر کنید. چه جوری وا میکنم؟ چه جوری میخوای وا کنی آقا جون؟ داد نزن، من وازش میکنم. یه جوری وا میکنم دیگه. تو فیلم ها دیدی نه؟ آخ قربون ادبت، راست میگی، تو فیلم دیدم. آره تو یه فیلمه دیدم، الان درستش میکنم. آخه مغزت که کار نمیکنه تو نمیری. تو فیلم ها دیدی اوسا جون من؟ اگه زنده موندیم ها، زنده موندیم برگشتیم تهرون ها، ببرینه بیمارستان به جای مغزش یه کلیه پیوند بزن، جواب میده تو نمیری. خدایا خداوندا به اون جلال و جبروتت قسم، یا جون اینا رو بگیر من راحت شم، یا جون منو بگیر که بازم من راحت شم. آقا چه ربطی به من داره اون سو تو نمیریه؟ آقا چی خب به من گفتن؟ گنج قارون همینه،
مال فرابون همینه بر بی پولیم و دزدی آسون همینه همینه ببر که دیگه کم تر از این داریم همینه دست درد نکن آقا سیان چی کار کردی؟ با یه چشم هم زدن ماشین کار گرفتی حال کردم سلام دلالای ناصر خسرو حاضر باشید آقا سیا داره میاد خوشم اومد سیمسالابی سلام ترکیه سلام اروپا سلام امریکا آقا سیا داره میاد نمیشناسی؟ آقا سیا پیتو بالاخره میشناسی به قول شاعر میگه اومدم از هند اومدم با ماشین بنز اومدم اومدم و باز اومدم کلی سرفراز اومدم با کلی دارو اومدم با پول و بارو اومدم با ماشین پر اومدم با پول و دارو اومدم 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 نه تو نمیری آتقی این کار دندون آدمی زاد نی دندون گراز میخواد پس یادم باشه بعد از این به جای شماها گراز با خودم بیارم خب منم از اول همینو گفتم دیگه این جواتی رو برداشتی آوردی آقا جون پیداش کردم چی رو؟ دست باز کنو حالا چی هست؟ باش تناب دستاتونو میبریم آقا جون بچه با اون به جای تناب ممکنه دستمون آشولاش کنی؟ آره بابا بی خیال شو تو نمیری نه نه نگران نباشید حواسم جمعه جمعه پرورو دستای عزتی امتحان کن چش تو نمیری اگه بذارم اوستا به کوچیکی گفتم بزرگی گفتم اول بزرگتر آتقی ای بابا بزرگتر کوچیکتر برای سلام کردنه نه بریدن تناب دست یا تناب ببر دیگه آقا ما میخوایم تناب خودمونو خودم واکنیم ایرادی داره نه خدایش دیگه تو نمیری جواب من به تو گفتم چیکار کن آجی گفتی تناب دستشو پاره کن پس چرا وایستادی بیا ببر دیگه چش دیگه واسه نیمه سمندون چرا جفتازی میکنین آقا تک گیر آوردین آقا ما عشقمون اینه شفافسازی کنیم خودمو هم کنیم به کسی هم تناب همون نمیدم این لوسفازیه چیه در میاری عزتی میترسی به جای تناب رگ دستت پاره بشه خدا اشاره خب پاره بشه مگه طوری میشه ضعیف گیر آوردین تو نمی برو امتحان کنه برو اون بیا آقا ببخشید بونم این ماشین مال شماست؟ کدوم؟ کامیون؟ بله قابلی نداره مال شماست؟ آره مال منه چطور مگه؟ عجیبه چند ساعت پیش صاحبش یکی دیگه بود سیمسالابی این کامیون داستانش مفصله تو جاده این دست اون دست میشه تو نمیری یه ساعت پیش معاملش کردیم مگه نه پر؟ راست میگه آقا سیام جونتا کلی بالاشم پول دادیم حله؟ مبارکت سلامت بشی بفرمی نهار نوشه جونت فرماش دیگه نداری؟ خیلی ممنون بخو غذا یخ کن جماغ سیار اگه به پولیس مولیس خبر بده چی؟ در جوری؟ تلفون بزنه؟ خبر بده؟ سیمسالا بین اگه بخوادم نمیتونه چون قابل تلفون از جا کندم حرف نداری آقا سیا بیقادی نیست که بگه از جا پدوی مردشون اون غذا خوردنتو ببرن غذا میخوری یا آپاچی میکنی جلو اون دهنه بیست صاحبتو بگی اولندش که پوتوک نیست و پیتوکه دومندش میذاری غذا رو زهرمارمون کنی یا نه
نوکرا تماسیا تماسیا با این پولاش میخواد چیکار کنیم؟ جون طلبی، یعنی اولین کاری که میکنم دیگه همون باهاش میخرم. یه ماه آزگار آقا حپلو چی توش زندانی میکنم که فقط مجبور شه خودشو بشوره. بعدش میرم امریک. یعنی کجا؟ یعنی امریکا. یه باشگاه بیلیارد میخوام بزنم توپ. جون امیری بگو اسمشو چی میخوای بزنی؟ چی میخوای بزنی؟ اسمشو میخوام بزنم باشگاه بیلیارد سیاه. چطوره؟ آقا سیاه اینطوری باشه که سازمان سیاه بهت گیر میده. سیم سالابی تو هم بعضی وقتا مخت یه جورایی کار میکنه. با میگم چطوره اسمشو بذاریم باشگاه بیلیارد پیتوک؟ حله؟ حرف نداره بابا. ای والا منم با پولی که میگیرم چی؟ میرم ترکیه. تیشرت و شلوار و کتین و اینجور چیزا میارم. میارم کجا؟ شهر استانبول. چی کارش میکنم؟ پولش میکنم. خوبه؟ فکر خوبیه. البته بعد از اینکه من از هموم آزادت کردم دیگه. منظورته ها؟ سیاب سیاب من چشام خوب نمیبینه. میترسم تو جاده ماده چپ کنم. میگم ماشینو بذاریم اینجا دوتایی به هم بریم. چطوره؟ میگم اینجا که خطرناکه. بذار بریم یخته جلوتر، یه جای امنی گیر میاریم، ماشینه رو یه جوری چالش میکنیم، بعد میایم میشینیم بغل داش تا خود تهران. آبرو ای خدا، اگه دستم بهشون برسه یه کاری میکنم مادراشون مراسم سوم و هفتم و چهلم و سالشون رو با هم بگیره. اول اوستا اول خدایش من به احترام سیبیلاشون هیچی نگفتم اوستا. حرفا میزنی یا عزتی؟ اونا صورتشون پوشونده بودن، چجوری سیبیلشون رو دیدی؟ خب منم گفتم مبادا زیر اون صورت ها مثلا پوشونده سیبیلی در کار باشه. تو نمیدی شک کردم یه لحظه، ولی بعید میدونم اوستا بتونیم بگیریمشون. خواب دیدن خیر باشه، من از اونا زرنگترم. از تهرون که راه افتادیم یه قطره گازوئیل تو باک نریختم، الانه که تموم بشه و وایسه. خدایش خرابتم اوستا. تو نمیدی خیلی مخی. یاد بگیر آقا جواتی، یاد بگیر. آقا جو فهمیدم چی کار کنیم، اینو ولش کن. چی رو؟ من میگم با موبایل همین الان یه زنگ بزن به آقا میتی، بگو حداقل برامون نیروی کمکی بفرسته، بعدش هم بگو کامیونو دزدیدن، تفنگم دارن. اول اول مخشو از آکبندی تو نمیری در آورد بالاخره. بزن اوسا فقط بعدش هم بده من به خاله یه زنگ بزن، اونم از نگرانی در بیارین. تو نمیری چیه؟ خاله تو از کجا فهمیده واسه ما گرفتاری پیش اومده؟ من خودش نفهمید دیگه، الان نمیدونه. نه خب بگی ببینیم چی شد دیگه. آقا جون اوکی کن، اینه من یاد گرفت. بابا چی گفتی؟ همش میگه در دسترس نیست. آدم دست کنی بزنه خورده خواهی کشی کنه. این موبایله، این تلفنه. واقعا این بده استاد تو عصبتو کنم. تو نمی بده من. من میگی به زنگ میزنم به خاله، میگم آقا میتی اما هنگ کنه اون ردیفش کنه. بده من یه بار دیگه به من بگی موبایلتو بده آقا، با همین میزنم تو کلت. آقا خب موبایل نمیدی نده، چیکار به وصل بیت المال داری؟ میخوای لطمه بزنی به اونا؟ تو نمیری راه بیفتی مینه، راه بیفتی. اصلا من نمیفهمم، شما دوتا جوون، من موهام سفید، خب نوبتی صدمه صدمه کولم کنین دیگه. ایول ایول خدایی میگم پسر بزرگ کن عصای دستت بشه، عصای دستش رو من با این شطوره همه هنگ میکنم ببینم صاحبش کجاست، دیگه نمورم اونا ببرم. بگو از اول شطوره ببره دیگه، من آقا جین رو کول کنه. از اون شطوره شطورتر منم که شما دوتا رو با خودم آوردم. دورت جین آقا جونی حرف نباشه، آقا حرف نباشه، حرف نزنی. میگم آقا سیا خیلی نوکرتی ما سیمسالا بین، یعنی باش تا عمراتت بگذره. تو این سفری حال نمیدی، تو حالمونم نزن دیگه مرد حسابی. میگم اپل میدونی مهمترین کاری که باید بکنی چیه؟ بله، دارها رو تحویل اسکندرخان میدیم و پولش میذاریم به جی. سیمسالابی یعنی نه مهمتر از اینه؟ مهمتر نمیدونم. فرق هپل و سیاه همینه که تو بو میدی، میگم مهمترین کاری که میکنی همینه. اول باید این هیکل گندت ببری کارباش یه شستشوی تمیز بدی که تو این سفر بو گندت ما رو خفه کن. دم شما گه، دم شما گه.
شما که غریبه نیستی آقسیا. میخوام با این پولی که میگیرم یه سرخ مشت و مامان بخرم. فکر خوبیه، فقط قبل از اینکه بری استرخیص بشی بهتری یه نوار بذاری که پوکیدی. نوار که آوردی؟ بله آقسیا، اونم چه نواره. بیا در نیا، گفتم نوار بذار. چشم. و چرا نمیخونه؟ نمیدونم آقسیا. ضبطش خرابه. یه نوار دیگه بزن. چشم. صداشو زیاد کن. عجیب آقسیا، نمیخونه. اه زبطو چرا همش نوار پاره میکنه؟ پاره شد که پاره شد، یه نوار دیگه بذار. چشم. این دیگه سالمه. بفرمایید. بابا این ضبطه همش نوار پاره میکنه. یه نوار نمیتونی بذاری. عیب از ضبط نیست، از نواراست. تو داشبورد نگاه کن ببین یه نواری چیزی پیدا میکنی. چشم. این خوبه؟ آره همونو بذار. بفرما. یه مسجد. خاموشش کن بابا، خاموشش کن. یه آتقی ماشینش هم انقلابیه. غلط نکنم این ماشین جن داره. بسم الله بسم الله. من میترسم آقسیا. چه بهتر، میترسی بهتره بپری پایین. فوقش اینه که سقط میشی دیگه. دور از جون آقسیا، زبونتو گاز بگیر. تازشم سهم من چی میشه؟ چی چی؟ سهمم. سیارو میخندونی. سهمم. تو بپر پایین، من سهمتو میدم آقا اسکندر اون دنیا برات بیاره. تو که آقسیا آقا اسکندر رو بهتر از من میشناسی. از اسکندر خان چیزی به ما نمیماسه. میگم آقسیا با یکی دیگه معامله کنیم، چطوره؟ سیمسالابین، سیمسالابین. مغزتو به کار انداختی باری کله پسر. یعنی با کی؟ آها، فری جهود. جیرینگی، نقد نقد پولش. مطمئنی؟ بح. بابا ما رو خیلی دست کم گرفتی. به ما میگن آقا هپل نه برگ چغندر. دارمه. فقط بعدیش اینه که این برگ چغندر خیلی بو میده. شماره شو داری؟ بله. بیا زنگ بزن معامله رو جوش بده. معطل نکن. چشم. میدونی جواتی، داشتم فکر میکردم ما آدم ها به اینا چی میگیم. حیوان. قربون ادبت، ولی خدایش بگو شرف اینا بیشتره یا اونایی که کامیون اما دزدیدن؟ حیوان که شرف نداره ازت. ده همین دیگه، یه سری برا بچه هم مثل تو فکر میکنن. ولی باور کن، باور کن، من یه سری حیوان میشناسم که هم شرفشون هم غیرتشون از یه سری از آدم ها خیلی بیشتره جواتی. مثلا زلجنا. به خدا قسم خداییشا، خودت بگو خداییشا شرف و غیرت زلجنا بیشتر از شم رو داره دستش نبود؟ خداییش چرا؟ زلجنا استثناء بود. خب اصلا حالا این استثناء ایول، ولی شاعر میگه
گاوان و خران باربردار بهز آدمیان مردم آزار. اینجا بهز که میگه منظور بهزتون هم میریا. چی داری میگی یوی آقا عزت؟ حالا منم گوش میکنم. اه چی شد آقزیا؟ چی میخواستی بشه؟ بیچاره شدیم رب پیکارش، گاومون زایید. حرفا میزنی آقا سیا، شوخیت گرفته؟ آخه آقا سیا، ما گاو نداریم که بخواد بزاد چی یا نزاد. آخه نکبت، منظور از گاومون زایید یعنی این گاومون زایید. گازوئیل تموم شد، تو بیابون موندیم. بله. حالا باید چیکار کنیم آقا سیا؟ خب معلومه، باید گازوئیل تهیه کنیم بریزیم توش، راه بیفتیم بریم. من اینجا میمونم، میپری گازوئیل میگیری میای. شرمنده‌ام آقا سیا، خیلی ببخشیدا، تو این یه مورد یعنی نمیشه. یعنی چی؟ نمیرم. آخه اسکندر خان گفته ببخشیدا یه لحظه شما رو با ماشین تنها نذارم. ببخشیدا شرمنده‌ام. اسکندر خان گفته؟ اسکندر خان به گور. ببین گوشتو بیا. نه. بله، وقتی رسیدیم تهران همینو میذاری کف دستش. نترس، بگو سیاپی تو گفته. مگه دور از جون از جونم سیر شدم آخ سیا؟ بابا اسکندر خان سرم میبره میذاره رو سینه. شما هنوز اسکندر خان رو نشناختی ها؟ سیمسالا بین، تو هم هنوز سیاپی تو کو نشناختی. اگه تا یه ساعت دیگه گازوئیل اووردی و ریختیم تو ماشین راه افتادیم که هیچ، ولی اگه دست خالی بیایی ها خودتو جای گازوئیل میکنن تو باک. حالا چجوری این کارو میکنم بمانم. باش آخسی قبوله، من میرم، ولی مرد و مردونه قول بده که فرار نکنی. باشه. خیلی خوب بابا، ننه من غریبم بازی در نیار، خودم میرم. البته فکر نکنی یا دلم برات سوخته با یا از اون اسکندر خانه ترسیدم و. نه، نگران اون شعوری که نداری هستم. میترسم بری به جای گازوئیل بنزین ورداری بیاری. آخسی ببخشید، مگه ماشین با بنزین کار نمیکنه؟ من از دست این نجات بده. من تعجبم تو این چند سال چطور به تو میگن هپل. موندم توش چون هپل برای تو زیاده، به تو باید بگن احمق. میدونی یعنی چی احمق؟ تو من میرم گازوئیل میارم، روی این یه کلمه فکر کن. با این زین کار نمی کنه. البته مبحث کلی من این صحبته که الان داشتیم انجام میدادیم این بود که رو تو تأثیر بذاره جواتی ها. رو من تأثیر نمیذاره، من الان این بزغاله ها رو دوستش دارم. دقیقا فهمیدم رو، چون به صورتت هم دقت میکردم عین صورت اینا تکون نخورد، ولی خدایش مال اینا یه نمور تکون خورد تأثیر گذاشت، مال تو هیچ تأثیری نذاشت. چه نگاش کن؟ نه آره باش کن، نصیحت. الو بفرمایید. الو سلام آقا تقی، ممکنه گوشو بدید با آقای عزت؟ آقای عزت با تعدادی از دوستانشون جلسه دارن. فقط یه لحظه اگه ممکنه. یه لحظه گوشی؟ عزت؟ بله استاد. یه باید کار دارم. قربان ادبت. الو. الو سلام آقای عزت. سلام علیکم یالا خانم. من رفتم خونتون. خالتون چه زن مهربونیه. ایول، طفلی همه هم غم و آرزوش اینه که ما رو داماد بکنه، ولی فعلا که نتونسته. ایشالله درست میشه. خدایش راست میگی؟ چیو؟ این که خاله به آرزوش برسه دیگه. مگه آرزوش چیه؟ ای بابا، گفتم که همه هم و غم و آرزوش اینه که ما داماد بشیم تو نمیری. ایشالله میشید. ایشالله. راستی آقای عزت، خالتون گفت که عکسی آقای رو داده به شما که توی عراق پیداش بکنید. ما امروز رفتیم خونهشون. طفلک خانواده‌اش چقدر نگرانن. خواستم شخصا ازتون خواهش کنم که هر جوریه پیداش کنید و یه خانواده رو از نگرانی نجات بدید. شما جون بخوا. بله. من منظورم اینه که
شما دعا کن خاله به آرزوش برسه. به جون جواتی ما هم هر کاری از دستمون برمیاد براش انجام میدیم. راستی بابا اینا خوبه؟ بله سلام دارم خدمتتون. آجی را داره گوشی رو بدیم ما دو کلمه باهاش صحبت کنیم آقا جون. بابا خونه نیستن. تو نمیری خیلی بچه دار. بس شما کاری که میخوایی سلام برسونی یه بپرسی که مثلا سوغاتی چی میخواه ما عمر میریم براش بیاریم دیگه. تو نمیری سلامتی شما و یه خبر خوب از اون آقا برای ما بهترین سوغاتیه. در ضمن آقا عزت. بله میخواستم بگم که مراقب خودتون باشید. چشم خانم ببخشید. چشم آبچی خدای شکر نوکرتم برمونت برم. اون موبایل رو بده من بینم. صد دفعه بهت گفتم این موبایل مال بیت الماله، مثل که توالید نیست. نه آقا اونا زنگ زدن ما نزدیم که پول بیافته آتقیه. اونا زنگ زده باشن. خب زنگ زده باشن این باتی تموم میکنه یا نه؟ خب این باتی تموم میکنه نمیکنه؟ قربون ادبت ما رو که اصلی نیوردی آقا جون. خب من کار دارم بهم زنگ میزنه. میخوام 100 سال سیاه زنگ نزنم. تو این هیرو ویری تو هم وقت گیر آوردی؟ ای راه برا تلفن تلفن که چی بشی؟ واسه چی اعصاب آقا جینو خرد می‌کنی؟ واسه کنار بینم. داداش مستقیم سوار شید. دمت گرم آقا سیاه. حرف نداری. بالاخره بنزین آوردی؟ نه خیر بنزین تموم شده بود گازوئیل آوردم. اشکالی که نداره. مسخره میکنی آقا سیاه؟ آخه احمق جون این کامیون با بنزین کار میکنه. آره؟ من که کامیون نداشتم. خب از کجا بدونم؟ سیمسالابی مشکل تو نداشتن کامیون نیست، نداشتن عقله که اونم تو 100 سال دیگه پیدا نمیکنی. خیالم جمعه. بی خود اخمتو تو هم نکن. منم چپ چپ نگاه نکن. اونجا وانست سرمو رو گنده. بیا این گازوئیل خالی کن تو کامیون بریم. چشم. خلاصه کرم داداش سرت درد نیارم. ماشین رو دزدیدن و رفت. عجب گرگایی پیدا میشن. اما که ناراحت نباش، اگر تا تهرون هم بریم دنبالشون میرم پیداشون میکنم. خدا خیرت بده. دلم روشنه که پیداشون میکنیم. پیداشون میکنیم. فقط دستم بهشون نرسه. اینو گوشت و قربونی دو شقشون میکنم. تا اونا باشن دیگه روز روشن دوزی نکنن. اونت برم یکم سریع تر برو. اینم چش. اما ما میخوام ببینم چما چرا با پلیس را خبر ندادین؟ سر را پلیس را ندیدیم و الا خبر میدادیم. 50 کیلومتر جلوتر پلیس راست. اگر اینا را پیدا نکردیم وای میسیم باش تماس میگیریم. انشالله که پیداشون میکنیم. انشالله. ببخشید آقا شما یه موبایل نداری؟ ما یه تلفن واجب داریم می‌خوایم بزنیم. شرمنده دم داداش. اگر کار ضروریه 2 کیلومتر اینجا یه مخابراتی هست. وای میسیم تماس بگیریم. خب نه قربون ادبت. چون اگه واسه میترسم دیر بشه. نمیخواد حالا بعداً زنگ میزنم. شما که دارین میرین آراق، می همراهتون نباس یه موبایل باشه؟ داریم. منتمال بیت الماله. زیاد به حرفای این توجه نکن. طفل معصوم به فهمی نفهمی پریشون احواله. گرفتم. خدا شفاش بده. خدا ان شاءالله همه مریضا رو شفا بده. اونهاشن خودشونن؟ بله خودش آتقی. آره خودشونن. مواظب باش اسلحه دارن. فقط دستم بهشون نرسه. با چماق چونینی بزنم تو سرشون که اسم خودشون هم فراموش کنم. رسیدی بپیچ جلوشون. اسلحه اون دوزو اونجا همون تو ماشین شما. خاک بر اون سرت کنه الفرا. بابا باش باش بده. نکم
سلام سالار، شرمنده‌ام که تنهات گذاشتم، دیگه تکرار نمیشه. بله. سلام مهدی جان، تو اصلا معلومه کجایی؟ نه موبایل جواب میده نه تلفنه. سلام بر مسافر کربلا، شرمنده ایم آقا جون. چه خبر؟ حالا احوال چطوره؟ ماشین داروها رو دزدیدن. راست میگی آقا جون؟ کیا؟ کجا؟ هول نشو، هنو حرفم تموم نشده. ماشین رو پس گرفتیم، دوزام الان تو زندانه. زندان؟ کدوم زندان؟ زندون اهواز. شما همگی سالمین؟ اتفاقی براتون نیفتاده؟ خوبیم، قرار بود خوراک لاشخورا بشیم، ولی مثل که گوشت ما به مزاجشون سازگار نیست، چون سراغمون نیومدن. دور از جون آقا جون، مادر اینا که خبر ندارن. نه تو هم چیزی بهشون نگو، ممکنه دلناگرون بشن. چشم آقا جون، پس من خودم با اولین پرواز میرسونم اهواز. یا علی، میبینمت انشالله. خداحافظ. حسین جان سری زنگ بزن فرودگاه یه بلیت برای اهواز، برای اولین پرواز رزرو کن بسن. بله چشم. جلال خالق به حقش چیزایی نشنیده، دزدی اونم تو روز روشن، اونم یه کامیون با اون گندگی. میتونیم با هم حرف بزنیم؟ ببین جناب بازرس، ما حرفی برای گفتن نداریم. تو چی؟ تو هم حرفی برای گفتن نداری؟ مثلا چی باید بگم آقای رئیس؟ مثلا این که برای کی کار میکنی؟ گفتم که ما حرفی برای گفتن نداریم. با تو حرف نزدم خوشتیب، با ایشون بودم. به خدا این اسکندر خان 50-50 با هم شریک بودم. من بدبخت فقط قرار شد سهمی بگیرم، همین. جالبه. خب اسم و آدرس این اسکندر خانو که به من میدی؟ راستش آقا تو اون سرت بخوره، ببرم دهن کثیف تو. مگه نشنیدی اسکندر خان چی گفت؟ حتما گفته سرتونو میبرم، جنازتونو میندازم جلوی سگ، درسته؟ شما کجا میدونید آقای رئیس؟ دونستن نمیخواد شازده. اینجور آدم ها برای ترسوندن زیر دستاشون از این دریوری ها زیاد بلغور میکنن. تو آدرسشو به من بده تا بهت نشون بدم رئیستون چقدر جیگر داره. آقا جون چند دفعه بگم ما کسی رو نمیشناسیم، ما واسه خودمون کار میکنیم. بذار یه چیزی رو بهت تفهیم کنم خوشدیب. تنها چیزی که میتونه یه مقدار جرمتون رو سبکتر کنه اینه که آدرس این اسکندرخان رو به من بدین، وگرنه هر مجازاتی که براتون تعیین بشه شما دو نفر باید به دوش بکشین. میکشین؟ بسم الله. من اگه آقای رئیس آدرسشو بدم شما تو مجازاتم تخفیف میدی؟ خب شاید از قاضی تخفیفی برات بگیرن. مثلا چقدر؟ چقدری راضیت میکنه؟ 50%. خوبه؟ تو میفهمی چی داری میگی نکبت؟ 50% که زیاده، ولی شاید بتونم برات 5% تخفیف بگیرم. خوبه؟ خوبه. خب حالا بگو. میدونی آقای رئیس همش اینا مقصر سر منو گول مالیدن، گفتم برو داروهایی که واسه مرد برام بدبخت عراق میدون میگن برو بدوز، این سر منو گول مالید همش منو میزد. اسکندر خوب هم گفت هپل، اینم میگم هپل، به من میگفتن هپل تو هپلی سیاه بودو که آتما رو میزدی میگفتی سین سالا بید سین سالا بید من میزدی تو خجالت میکشی.
خسته نباش آقا میتی. قربانت. چی شد بابا؟ واسه یه آدمی به اسم اسکندر کار میکنه. اسکندر چیه مگه میشناسیش؟ آقا یک آدم بی پدر مادریه، یک آدم بی پدر مادریه که دویامی نداره. تو نمیری توسط همین هپل امن دعوت به همکاری کرد. چه جور کاری؟ جا به جایی دارو. منطبعا بهش گفتم برو بهش بگو یالغوز خواب دیدی خیر باشه. ده همین دیگه، اگه تو میتونستی جلوی اون زبونتو بگیری الان این همه بدبختی نداشتی. قربون ادبت، به من چرا بیداره اوستا؟ مثل اینکه شما آمدی توی قهوه خونه هوار هوار که من دارو میخوام ببرم عراق. من گفتم؟ من هوار هوار کردم؟ نه پس من هوار هوار کردم. عزت آقا جون، فعلا که به خیر گذشت، تقصیر هیچ کدومتونم نبوده. شرط اول اینجور کارا پنهونکاریه. بها ده خرابتم آقا مهدی، پنهونکاری؟ وقتی ما تو خیابون داریم هوار هوار که دارو دارو میکنیم، شفاف سازی کنیم، این پنهونکاریش دیگه چیه؟ عزیز من، منظور من از پنهونکاری توی انتقال دارو هست، نه تو جمع‌آوری دارو ها. مگه یادت رفته تو همین جنگ خودمون چند تا از عملیات ها رو ما به خاطر همین هوار هوار کردن رو از دست دادیم؟ آخ نه خدایش، راست میگیدی، من بودم دیگه اینا رو. بابا حالا ما باید چی کار کنیم؟ هیچی آقا جون، من که امشب این دوتا جونور رو برمیدارم میرم تهرون، شما امشب رو اینجا استراحت کنی. چی رو برمیدارم میبرمشون تهران؟ نبودی ببینید چه بلایی سر ما آوردن که. اول بده دست خودم یه خورده حالشون رو بگیرم، بعد ببرشون تهران. آقا جواد دیگه حالی واسه شون نمونده که تو بخوای بگیریش. اول اول فقط آقا مهدی، این قاضیه که میخواد اینا رو محاکمه کنه، تو نمیری اگه راه داره بگو بغیر از این مجازاتی که برای این دزدی داروجات واسه شون میزنه، تو نمیری یه مجازات هم به این هپلی اضافه کنه. اونم به خاطر چی؟ به خاطر آلودگی هوا. آقا آلودگی هوا هم جرمه دیگه جواد. جرمی؟ آقا عزت، از نظر قانون هر گونه آلودگی جرمه، میخواد مال هوا باشه، میخواد مال فضا باشه. بعد دل جرمه دیگه، تو نمی دیگه جرم. آقا دیدی جرمه. بریم بابا بفرمایید. بابا جون خیلی مونده برسی؟ نه بابا جون، گوش شیطون کرد تا یه ساعت دیگه باید برسیم. ایول آقا عزت، رسیدیم اونجا حتما از زن آمریکایی ها فیلم بگیرن. قبول؟ چشم، اگه آجون ازداد چشم. با آمریکایی ها میخوای فیلم بگیری که چی بشه؟ آقا جون مگه خودتون نگفتی فیلم هایی که میخوای بدی دست خلق الله باید ضد آمریکایی یا ضد انگلیسی باشه؟ خب این دوتا چه ربطی به هم داره؟ خب من میخوام برم با آمریکایی‌ها مصاحبه کنم، میگم واسه چی اومدین عراق شما ها؟ لازم نکرده با این جونورا دهن به دهن بشین. تازه مگه تو زبون آمریکایی بلدی؟ یس، یعنی کمی آقا. تو زبون آمریکایی‌ها رو کی یاد گرفتی که من خبر ندارم؟ بابا اوسای خالی میبنده، شما چرا باور میکنی؟ تو حرف نزن بینم، جواب منو بده بچه. تو زبون این زبون نفهم رو از کجا یاد گرفتی؟ آقا جون از تو فیلماشو یاد گرفتم، اشتباه کردم. چشمم روشن، چشمم روشن. همینجا پیاده میشی با اولین ماشین برمیگردی تهرون. چرا آقا جون؟ چراشو وقتی رسیدی تهرون برو از مامان جونت بپرس. دوستا اگه راه داره چراشو خودت میگی، مسیر خیلی طولانیه، تو نمیری برگرده اذیت میشه. مگه من به تو نگفتم حرف بزن؟ ولی معرفتم تو نمیری خوب چیزی آتقی. اگه این جواتی دستای ما رو با نمیکرد، لاش خورا میومدن ما رو میخوردن خوب بود. تازه من که پوست و استخونم، شما ماشالله گوشت و استخونی، اول شما خوراکشو میشدی. آدم خوراک لاش خورا بشه بهتر از اینی که مار تو آستین پرورش بده. این یه الف بچه زبون مادریشو بلد نیست حرف بزنه، وقت میره آمریکایی واسه من یاد میگیره. یک زبونی بهت نشون بدم که یه وجب روغن روش وایسه. آره شما کتابیاست، این اشتباه کرد، بگو اشتباه کردم، بگو اشتباه کردم. بعدم آقا جون این اصلا فارسی بقول شما، تو نمیری نمیتونه حرف بزنه، میخواد انگلیسی حرف بزنه. میتونی؟ میه میتونی که میتونی؟ نه 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 نمیتونم. من فقط یه یس و نو بلدم که اونم غلط کردم، اصلا بلد نیستم. یس یعنی آره، نو یعنی نه. و در واقع اون آمریکایی نیست که تو نمیری، انگلیسیه. درست جواتی؟ بله انگلیسی آقا جون. درد آقا جون، مرگ آقا جون. تازه مگه این انگلیسی‌ها بهتر از آمریکایی‌ها؟ دفعه آخرت باشه اسم این نکبتی‌ها رو جلو من میاری یا فهمیدی؟ یس بله آقا جون بله. آتقی غلط کرد، این شب جمعه خدا اموات همه رو بیامرزه، علل خصوص آتقی که بزرگ همه ماست. آتقی این موبایل میدیم ما یه زنگ بزنیم داریم میریم تو خاک عراق، اونجا آنتن پانتن نمیده تو نمیری. ایول زیاد طولش ندی ها. چشم نوکرتم.
جواتی خونه خاله اینا رو بگی ببینم. مگه خودت بلد نیستی؟ خونه ما شما دختر از نه عدبت آره ایوال خونه خاله بفهم. بله سلام. سلام آقای عزت، شما این؟ بله، ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم، شما مراهمی. زنده باشی. بابا اینا خوبه هم؟ بله، سلام دارم خدمتون. خاله اینا خوبه هم؟ اونم خوبه. شما الان کجایین؟ عرض به خدمتون که ما یحتمل تا چند لحظه دیگه وارد خاک عراق میشیم. بعدم برای بار آخر میخواستم من شفاف سازی کنم. خواهشن اون داروها رو به کسی ندینا. باشه، سفارش منو که یادتون نرفته. ابدا این حرفا چیتون امیری. امروز با خاله رفته بودیم امامزاده، برای سلامتیتون دعا کرد. ای کاش میگفتیم برای رسیدن به آرزوش که داماتی ماست یه دعایی میکرد. بله فکر کنم این کاری کرد. پس حل دیگه. شما با آقا جون سلام برسون، بگو من غلامشم. چشم. خدافظ شما. خدافظ. جاده اون مرا عزیز خدمت شما تقی. عزت تو کی میخوای آدم شی؟ چی شده؟ چی شده؟ حتما باید منکراتی ها بیان سراغه. خلاف میکنی میگی چی شده؟ خلاف؟ چه خلافی اوستا؟ چه خلافی؟ پیادشو برگرد تهرون. پیادشو چرا؟ چرا؟ چرا رو برو تهرون از خالد یا از دختر خالد بپرس. بشین آقا عزت. بشین. چشم. بیا ببخشیدش، این همه را بره تا تهران یه سوال کنه برگرده. خب گناه داره دیگه، همینجا جواب چرا رو بهش بگو تمام شده. با حرف نزن بینم. مرد حسابی، تو فکر نمی کنی تو این ماشین یک جوون چشم و گوش بسته نشسته؟ این مزخرفات چیه داری میدی؟ منظورتون جواتیه؟ نه منظورم خودمم. نه منظورتون جواتی بود، من گرفتم. ولی ایشون صد تا مثل منو تشنه میبره لب چشمه بر میگردونه. این چشم و گوشش بسته است؟ آره مگه من چمه؟ کافیه دیگه، کافیه. عزت تو تقصیر نداری. تقصیر از منه که موبایل و دست آدم کم ظرفیتی مثل تو دادم. دم شما گرم است. آقا جون راست میگه. دمت گرم آقا جون، خوب حالشو گرفتی. بیا، اینم جوابه. بله. گوش کن. تو هم دفعه آخرت باشه به یه بزرگتر از خودت تیکه میندازی. فهمیدی؟ چشم آقا جون، ولی این وسط همه تون داریم دیگه. حرف نزنیم، حرف نزنیم تا مرد، حرف نزنیم. فهمیدیم؟